این از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد، تازه اول کاره. امروز دفاع از ایران دفاع از موجودیت بشر است، از هویت انسانی انسان است. امروز دفاع از ایران یعنی دفاع از دستاوردها و آرمانهای همه انبیاء الهی در طول تاریخ. امروز دفاع از ایران یعنی دفاع از ارزش‌های الهی. امروز دفاع از ایران یعنی پای فشردن بر پرچم عدالت و یگانه پرستی و پاکی و عشق. امروز دفاع از ایران یعنی تلاش برای برپایی امنیت و صلح پایدار در تمام جهان. رئیس جمهور سپس به این سوال هم پاسخ داد که در دفاع و در صنعت دفاعی باید تا کجا جلو رفت؟ در تولید و ابتکار و نوآوری و ایجاد و تجهیز باید به جایی برسیم که دشمنان بشریت در وهله اول از تعرض به ملت ایران و در گام بعدی از تعرض به هر ملت آزاده‌ای مایوس بشن. رئیس جمهور در همین زمینه تاکید کرد هدف از پیشرفت‌های صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تجاوز به کشوری نیست. جایی برسیم که ایران چتر دفاعی همه ملت‌های آزاده در برابر مستکبران باشد. نه اینکه بخوام حمله کنیم به جایی. هیچ وقت ایران قصد حمله به جایی را نداشته است. اما نمیتونه انقلاب ما در برابر ظلم بی تفاوت باشد. امام عزیز ما فرمودند تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. آقای احمدی نژاد در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه اجازه ناامنی به کسی را نمیدهیم خطاب به غربی ها گفت همه ی گزینه ها روی میز ماست. بگم بله، همه ی گزینه ها روی میز است. ما هم به شما میگیم که همه ی گزینه ها روی گزینه اولش اینه که آدم بشی. آدم بشی، از اون برج غرور بیاد پایین، مثل بچه آدم مؤدب بشی، برابر حرف بزنی. این به نفع خودتون. اگه نیومدید پایین، بسیار خوب، میخواد بگردی؟ بگرد. تجربه نشون داد که وقتی گردیدید زمان علیه ما نشد، بلکه به نفع ما و علیه شما شد. ما اینجا بیاد پایین، نیاید دست ملت ها شما را از اون بالا به زیر